برخورد با دراویش و آزادی عقیده در ایران. چرا حکومت ایران با اقلیت‌های مثل دراویش برخورد می‌کنه؟ شما هم این خبر رو شنیده باشید که تجمع مسالمت‌آمیز دراویش گناه‌آبادی در تهران در مقابل خانه نورعلی تابنده قطب دراویش گناه‌آبادی به خشونت کشیده شد و اونطوری که سخنگوی نیروی انتظامی ایران میگه بیش از 300 تن از دراویش دستگیر شدن. به گفته این مقام رسمی 3 مأمور نیروی انتظامی و 2 نیروی بسیجی هم کشته شدن. مقامات انتظامی دراویش رو آغازگر درگیری ها و خشونت ها معرفی میکنن، اما مدیر وبسایت رسمی دراویش گناه‌آبادی هر گونه حمله به نیروی انتظامی رو تکذیب کرده. امشب در برنامه روی خط میپردازیم به موضوع برخورد با دراویش و آزادی عقیده در ایران. اما پیش از اینکه به سراغ تلفن ها بریم، گزارشی در این ارتباط که همکارانم آماده کردن رو با هم میبینیم و بعد جمعی از دراویش گناه‌آبادی در یک اجتماع اعتراضی که تا بامداد سه‌شنبه ادامه یافت در مقابل کلانتری خیابان پاسداران تجمع کرده و شعار می‌دادند. این تجمع در اعتراض به بازداشت یک درویش سالخورده به نام نعمت‌الله ریاحی بود که با دخالت نیروهای یگان ویژه به خشونت و درگیری شدید انجامید. گزارش‌ها آکیست که در جریان این درگیری تیراندازی هم صورت گرفته، هرچند محسن همدانی معاون امنیتی استانداری تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از دلایل این تیراندازی اظهار بی اطلاعی کرده است. سخنگوی پلیس گفت مخلان نظم و امنیت در ادامه تجمعات اخیر خود در خیابان پاسداران با یک دستگاه اتوبوس به ماموران حمله کرده و باعث کشته شدن ماموران شدند. وی دراویش معترض در خیابان پاسداران را عامل این حادثه دانست و گفت عاملان دستگیر شدند. فرهاد نوری مدیر سایت مجذوبان نور ناشر اخبار دراویش گناه‌آبادی در گفتگو با صدای آمریکا دخالت دراویش در حمله به نیروهای انتظامی را رد کرد و گفت شب و سحر گذشته پس از محاصره کلیه دراویش حاضر در گلستان هفتم و ضرب و شتمشون توسط نیروهای لباس شخصی و انصار حزب الله و بسیجی ها تمام این دراویش به چند منطقه منتقل شدن، یه عده‌شون به پلیس امنیت وزرا، یه عده‌شون به دادسرای خیابان شاهپور یا وحدت اسلامی جدید و یه عده‌شون هم به بیمارستان سجاد. و خب طبق گزارشاتی که طرف شاهدان اینی به من رسیده، حال چند تن از دراویش زخمی اصلا مساعد نیست. تعدادشون با تیر مستقیم ساچمه‌ای آسیب دیدند به کتفشون، به صورتشون، به گردن و سرشون تیر اصابت شده. عده زیادی رو با گاز اشک‌آور مصدوم کردند با شوکر برقی و از سرنوشت عده از اینا ما هیچ اطلاعی نداریم. و از اون طرف به خاطر اینکه خب دراویش گناه‌آبادی از سایر شهرستان‌ها به سمت تهران حرکت کرده بودند از روز گذشته، صبح امروز نیروهای امنیتی در ورودی‌های تمام شهر تهران کمین گذاشته بودند و خب هر ماشین رو که مشغول بودن از دراویش هست و متوقف می‌کردن و اونا رو بازداشت می‌کردن. و خب دراویشی هم که موفق شده بودن خودشون رو به نزدیکای منطقه پاسداران برسونن، خب یک درگیری داشتن با نیروهای امنیتی در منطقه که با دستگیری چند نفر هم شده. در شبکه‌های اجتماعی فیلمی منتشر شده از یکی از دراویش در محل درگیری که خطاب به نیروهای انتظامی می‌داند شما بهتر می‌دانید که ما هیچ گناهی نداریم. طی سال‌های اخیر تعداد زیادی از دراویش گناه‌آبادی به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شده‌اند. 2 هفته پیش نیز نیروهای لباس شخصی و امنیتی با دراویش در مقابل خانه نورعلی تابنده از پیران گناه‌آبادی برخورد کردند. سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی بخشی از سیاست‌های دولت ایران است که باعث محکومیت‌های پی در پی آن در مجامع جهانی شده است. در آخرین گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره فقدان آزادی‌های دینی در برخی نقاط جهان، از جمله ایران، به آزار دراویش و نقض حقوق آنان اشاره شده و آمده است، ایالات متحده همچنان صدای کسانی خواهد بود که در ایران و سراسر جهان خواهان زندگی مسالمت‌آمیز در راستای باورهای وجدانی خیش هستند.
یگانه یرسپاران صدای آمریکا. و در برنامه امشب روی خط از شما میپرسیم که آیا شما با آزادی عقیده در واقع یا مذهب و مسلک ها در ایران موافق هستید؟ از شما میپرسیم همچنین که چرا تجمع مسالمت آمیز دراویش به خشونت کشیده شد و دلیل برخورد حکومت ایران با اقلیت های همچون دراویش رو چی میدونید؟ اما راه های ارتباطی برنامه با همکارم بهروز. امشب هم در برنامه روی خط منتظر شما هستیم، شرکت کنید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. راه های ارتباطی رو حتما میشناسید، 202-260-71 شماره تماس ماست، اما راه های دیگری هم وجود داره از جمله اسکایپ یا پیامگیر اتوماتیک برنامه. ضمن اینکه میدونید میتونید در فیسبوک و اینستاگرام روی خط و صدای آمریکا هم کامنت بذارید، نظر بدید و با ما از اون طریق در تماس باشید. اگر تلگرام دسترسی دارید، اگرچه امروز گویا یه مقدار مشکل وجود داشته در دسترسی به تلگرام، اما سند وی او ای آیدی تلگرامی صدای آمریکاست، از اون طریق هر روز میتونید تا ساعت 8 شب فایل صوتی و تصویری بفرستید. یعنی الان فرصت به پایان رسیده، اما این امکان برای شما هست که به صورت نوشتاری نظر بدید، یا اینکه اگر داخل ایران هستید و نمیتونید به هر دلیل با ما تماس بگیرید، شماره تلفن بفرستید، همکارانم شما رو در نوبت تماس قرار میدن. من بهروز صمدبگی هستم، همراه شما در برنامه روی خط. از اینکه به تلفن ها سری بزنیم و نظرات بینندگان، در آغاز برنامه بد نیست صحبت های نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی رو با هم بشنویم. آخرین واکنش ایشون بود به اتفاقات دو سه روز گذشته و البته درگیری هایی که شب گذشته رخ داد. این ویدیو رو با هم اول ببینیم. از روی احساسات کاری نکنید که دیگرون هم صدمه میزنه و بدنامی باشه. و دیدم بخوام دفاع میتونم در کاری بکنم. میخواد از ما دشمن درست کنه، میخواد ما رو تبدیل به دشمن کنه، و حالون که نمیشه ما تبدیل به دشمن نمیشیم. بنده خدا هستیم و پیرو اسلام محمد بن عبدالله هستیم. در تربیتمون هم تربیت درویشی است، تربیت شیعیه. ما کاری نداریم باشیم، ولی دفاع رو تجمع خودمون میکنیم. بله، هر وقت صحبت از درویش میشه، آنچه که در اجتماع در جامعه ایران از اونها یاد میشه، چه نظراتی که کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتن، چه آنهایی که تجربه برخورد با درویش رو داشتن، افرادی بودن که جز ادب و احترام چیزی از آنها ندیدن و اساسا درویش در ایران به انسان‌های صلح‌جو مطرح بودن. حالا یه بخش دیگری هست از در واقع پیش از این درگیری‌های شب گذشته، اعتراضی و تجمعی که درویش داشتن و یکی از این درویش در مقابل به نیروهای انتظامی در واقع صحبت‌هایی می‌کنه که نشان از صلح‌جویی اونها داشت، اما که بعد از اون حالا برمیگردیم و از شما می‌پرسیم که واقعاً چی شد که این تجمع که به این صورت مسالمت‌آمیز در حال برگزاری بود به این حالت به یک بار به خشونت کشیده میشه. این ویدیو رو ببینیم و بعد در ادامه برنامه هم شما خواهیم بود. به هر دقیقه خدایتان خدای دیگری است. بله، به تهران بریم. آقای نیما از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای نیما سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. بفهمید که به نظر شما چرا تجمع مسالمت‌آمیز درویش در ایران این چنین به خشونت کشیده شد؟
برای اینکه آخوندها هستن که برای ما آزادی نذاشتن. الو. بله بله دارم میشنوم نظرتون رو. برای اینکه آخوندها هستن که نظر ما برای ما آزادی نمیذارن. بعد ما آزادی نداریم. فقط به خاطر همین. بله. سپاسگزارم از شما آقای نیما. نیما نظرش کوتاه بود. شنیدیم صحبت‌هاش رو. به اندی مشک بریم. آقای میثم از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای میثم به برنامه روی خط خوش آمدید. به نظر شما چرا تجمع مسالمت آمیز دراویش این چنین به خشونت کشیده شد؟ آقای محسن، آقای میثم، آقای میثم اگر روی خط هستید صدای من رو میشنوید بفرمایید. بله مثل اینکه اشکال تلفنی داریم. حالا تا این اشکال رفع بشه ما به نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی سر بزنیم، باز برمیگردیم به شما بینندگان عزیز. بهروز. بله قبل از اینکه سری به فایل‌های صوتی بزنیم اجازه بدید من از توییتر شروع کنم. بس در توییتر خیلی داغ هست و البته دو دسته هستن. عده‌ای کلاً دارن خشونت رو محکوم می‌کنن، اما عده‌ای هم دارن میان ریشه یابی می‌کنن که این خشونت از کجا شروع شده و یا احتمالاً کی مقصر بوده. میلاد میگه دراویش رو از دانشگاه اخراج میکنن، به من چه؟ دراویش رو بیدلیل بازداشت میکنن، به من چه؟ دراویش رو محاصره و بهشون حمله میکنن، به من چه؟ اصلا دراویش رو میشناسی؟ نه، به من چه؟ بعد میگن یک نفر با اتوبوس ماموران پلیس رو زیر گرفت، ای وای دراویش داعش وحشی. داره انتقاد میکنه از کسایی که اومدن و دراویش رو با این صفتها خطاب کردن. مهدی عربشاهی هم میگه خشونت از طرف هر کس که باشد محکوم است، اما کسانی که تا امروز یک کلمه از ظلم به دراویش گنابادی نگفتند و هیچگاه خشونت حکومت را نفی نکردند، حرفشان در نفی خشونت باورپذیر نیست. آخرین توییت رو هم بخونم در این بخش. مدیار میگه 25 نفر را در خیابان ماه قبل کشتند، نگفتید جمهوری اسلامی داعشی. در زندانهای مختلف خودکشی شدند، نگفتید داعشی. با گیوتین دست گوسفندوز را بریدند، نگفتید تروریست و داعشی. سال 67، سال 88، هزاران خشونت دیگر، چه شد که به کلیت یک گروه صلح‌جو سریعا میگویید داعشی و تروریست؟ بریم این فایل صوتی رو هم با هم بشنویم، برمیگردیم به افشار و تلفن ها. با آزادی عقیده در ایران موافق هستم و مخالف هر گونه ظلم و ستم علیه دراویش نعمت اللهی گناه‌آبادی هستم. به نظر من در ایران و تمام رژیم به رفتارهای زشت و پلیدانه خودش پایان بده. حالا بریم به سراغ تلفن ها. آقای ناصر از گیلان همراه ما هستن. آقای ناصر سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. بفهمید که به نظر شما چرا تجمع مسالمت آمیز دراویش این چنین به خشونت کشته شد؟ درود بر شما. درود بر شما. سیگارچی و تمام عزیزان سر امریکا. من اولا موافقم با این که آزادی ادیان و مذاهب تو ایران، چرا؟ چون هممون انسانیم. من خودم به شخصه از تمام انسانهای عالم تو هر دین و مذهب و آیینی که اصلا خوشم میاد، با آرزوی سلامتی همشون دارم. این که با دراویش چه مشکلی دارن، دراویش یک سری حقایق رو میگن به نظر خودم، چون من با یه درویشی دوست بودم توی مشهد، اون زمان که مشهد بودم. واقعا حرفای میزنن که همشون حقه. بعد اینا میترسن یه جریان مثل همین بحث حجاب اجباری، چجور اینا اگه شکل بگیرن، اگه این حقایق و دراویش شکل بگیرن، بعد یک مجموعه میشن، یه چیزی که اصلا روبروی اینا احساس کنن روبروی دین اسلام و روبروی خواستهای نظام اینا میستن. یکی از دلایل مخالفتشون همینه فکر کنم. خب اینا دراویش که آقای ناصر خودشون رو هم جز مسلمانان و شیعیان میدونن و بله بله هستن. اصلا آقای ناصر بذار یکم کلی تر به قضیه نگاه کنیم. شما در طی 40 سال گذشته به یاد دارید تجمعی در اعتراض به چیزی در ایران صورت گرفته باشه و در نهایت این چنین به خشونت کشیده نشه؟ بگر از راه به مایه حکومتی که خب همیشه با میکروفون و گل و بلبل و شیرنی و اینا در واقع همراهه، کشیده شدن به نظر خودم. خب حتی مسالمت آمیز علی اینام که کاری نکردن، واقعا کاری نکردن. یعنی دیگه از این مسالمت آمیزتر داریم؟ یک نمونهش همون حجاب اجباری. چیکار کردن؟ جایی رو خراب کردن، بانکی رو شکستن، شیشه رو شکستن، چیکار کردن؟ یعنی اینا اصلا کلا مخالفن جناب سیگاچی. سپاسگزارم از شما آقای ناصر از گیلان همراه ما بودیم. به مشهد بریم. آقای مهدی از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای مهدی سلام، به برنامه روی خط
خوش آمدید. بفهمید نظر شما چی در این ارتباط، اینکه چرا تجمعی که چند روز بود ادامه داشت، مسالمت آمیز بوده، خواسته ای داشتن درویش، اما در نهایت این چنین به خشونت کشیده میشه؟ آمد میکنم آقای جواد، خسته نباشید. سپاسگزارم. من دارم از کتاب عمر گرفتن نزدیک 70 سال سن دارم. بله. تا حالا اینجور اتفاق نیفتاده. متوجه این؟ بله. اینا بخوان بنده خدا به کسی آزار برسونن یا کسی رو اذیت کنن یا مخالفت با حکومت، چی در قدیم چی در جدید. همین آقای مهدی، من واقعا این چیزی که حداقل هم دوستان پرسیدم، هم در شبکه‌های اجتماعی نگاه کردم، همواره از درویش به عنوان افراد انسان‌های سرچو یاد می‌شده. به چی میشه که این چنین خشونتی ما شب گذشته شاهدش بودیم که همراه با درگیری‌های شدید و بازداشت گسترده بوده؟ اینا خودشون عمدن این کارو میکنن. جناب آقای استیگاچی، اینا 4 تا بسیجیر میفرستن که تجربیاتی هیچ ندارن، 4 تا بچه میفرستن اینجا مغلطه درست کنن، شلوغی درست کنن، بندازن گردن یه بنده خدا. وگرنه اینا به هیچ کس آزار نرسونن. مخلص‌ترین آدم ها، صادق‌ترین آدم ها، پاک‌ترین آدم همینا هستن. خب حالا بخوام یکم کلی‌تر مهدی اگر نگاه کنیم، اساساً دلیل برخورد حکومت با اقلیت‌های مذهبی در ایران چیه؟ ما شاهد هستیم فقط درویش نیستن که الان به مشکل برخوردن، سنی‌ها، بهائیان، مسیحیان، هر کدام به نوعی در ایران با مشکلاتی روبرو هستن. مثلا بهائیان که اصلا به رسمیت شناخته نمی‌شن، از کلی حقوق محرومن. این دلیلش چیه؟ چرا 40 سال به این صورت دارن عمل می‌کنن؟ کلن با همه ادیان اینا مخالفت میکنن به خاطر که سر خودشون رو به خطر میبینن، به خاطر اینکه پول این مملکت رو کلن مهار کردن، همه چیز دست خودشونه، شیرمز شدن آقای سیگارچی، متوجه شیرمز شدن. ملت ایران اگه حرکت کنن اینا رو به هم بریزن، اینا رو بکنن، نخشون رو بکنن، از این مملکت بندازنشون بیرون، اینجا کارا دیگه پیش نمیاد. اینا فقط میخوان خودشون باشن، همون مجموعه سپاه پاسداران و خودش که دور و فقط درآمد مملکت، نفت مملکت، هزینه مملکت فقط خودشون بخورن. دیگه نمیخوان. سپاسگزارم از شما آقای خیلی ممنون مهدی از تو که همراه ما بودیم. بذاریم به خط دیگری از اندیمش بریم. آقای مهدی، امیدوارم که ارتباطمون وصل شده باشه. آقای مهدی، آقای صدای من رو میشنوید؟ آقای میثم، روزتون بخیر. آقای میثم، میشه دیدگاه شما رو بشنوید در ارتباط به اینکه چه میشه که به یک باره یک تجمع مسالمت آمیز این چنین به خشونت کشیده میشه؟ خب منم طبیعتاً از برخورد بعد دیروز و ماهای گذشته با درویش به عنوان یه هموطن و به عنوان یه کسی که حس تعلق نسبت به هموطن رو دارم ناراحت میشم. و به هر گونه، به هر حال، هر کس آزاده در این مملکت، در این دنیا سیاسی، طبق اصولی که خود همین حکومت اسلامی و خود همین حکومت شیعه میگه دین و مذهب و مسلکش رو انتخاب کنه. ببینید، دین اصلا، فلسفه دین در معنویات میگن یه روش اخلاقی برای رسیدن به مقام قرب الهی. وقتی که اینجوره و یه مقوله شخصی، هر کس طبیعتا آزاده که خودش به راه و روش سیره‌ای که خودش میگه بره و به این موضوع و به این مطلب و به خدای خودش برسه. حالا ببینید، الان این برخوردی که با درویش میشه مختص درویش تنها نیست. ما طبیعتا میبینیم، ما در خود شهر خودمون همین در این اندیمش اقلیت مذهبی زیادی داشتیم، یهودی داشتیم، ارمنی داشتیم، اینا داشتیم. اینا به دلیل بدرفتارهای بعد یواش یواش حتی کلیساهاشون جمع شد، حتی معبدگاهاشون جمع شد، آروم آروم شهر رو ترک کرد. میسم، یه مسئله ای که اصلا ما هم حتی از گفتن این واژه اقلیت شاید خیلی خوشنود نباشیم، اینکه اساسا چرا اصلا باید گفت اقلیت مذهبی یا اقلیت‌های دینی؟ برای اینکه هر انسانی آزاد به دنیا آمده، حق داره هر مذهبی رو که میخواد انتخاب کنه. و آخه این به چه کسی کاری داره؟ آخه چرا حکومت با ادیان مختلف، با اقلیت‌های مذهبی مخالف مشکل داره؟ این دلیلش چیه؟ ببینید، خب این اقلیت گفتنم یه دستبندیه که بعد از انقلاب به وجود اومد. ببینید، شما اینا رو در اقلیت قرار میدن که بخوان هر طوری که بخوان سلیقه‌ای با عقاید، با دیدگاه اینا برخورد کنن. شما اگر از این واژه اقلیت استفاده نکنن، ببینید شما الان اینا همچین مشکلی با خود سنی ها هم دارن. سنی ها دیگه اقلیت نیستن، نمیشه اقلیت، ولی در لفافه تر همچین برخوردی که با درویش میشه با سنی ها هم میشه. اینا رو نمیتونی بگی برخوردشون فقط با اینا، فکر مقابل خودشون، حالا چه مادی باشه، چه معنوی، چه در اقتصاد، چه در دین، بر نمیتابن. و در
مقصد حذف کردن فکر مخالف خودشونن. بله. خب به هر حال این جریان دراویش هم نباید به خشونت کشیده میشد و نباید به این وضعیت میشد. حالا من زیاد این مسئله رو هم نمیپسندم. فقط میسم آخرین سوالم کوتاه اگه پاسخ بدید ممنون میشم. در طی 39 سال گذشته 40 سالی که از انقلاب 57 میگذره، به یاد داری تجمعی در اعتراض به حکومت شده باشه مثل همین تجمعی دراویش و در نهایت این چنین به خشونت کشیده نشده باشه؟ بله، تجمعاتی در شهرستان دیگه، شهرهای دیگه بوده، اقلیت‌های مذهبی، ولی منتها مسئله‌ای که هست مسئله دراویش رسانه‌ای شده و با توجه به اینکه بعد از این اتفاقات ما گذشته اتفاق افتاد و بعد از این اتفاقات های حالت زنجیره‌ای پیدا کرده مسئله دراویش گناوادی و دراویش در خیابان پاسداران، به خاطر این رسانه شده. وگرنه ما داشتیم قبلا در شرایط مختلف برخورد با اقلیت‌های سنی رو داشتیم، اقلیت با همین با آیان رو داشتیم، ولی به این صورت رسانه‌ای نشده. میگم چون الان محیط و شرایط میپسنده که این مسئله اینقدر بزرگ شده و به هر حال تحت تاثیر شرایط قبلی بوده، مسئله قبلی بوده، ماهای قبل. سپاسگزارم از تو میسم که همراه ما بودی. به بهروز سری بزنیم با نظرات کاربران و بعد دوباره برمیگردیم به تلفن ها. باز ما فایل صوتی داریم، اما اجازه بدید از تلگرام هم براتون بخونم. مرجان میگه الان طوری شده که دیگه خود حکومت شده اقلیت، یعنی همه مردم معترضن، همشون حکومت سرکوب میکنه، بهشون میگه اختشاش کرد و خودشون شدن اقلیت. پروین هم میگن که پدر مرحومشون درویش بوده، میگه نه من نه آشنایان هرگز چیز آزاردهنده ای از اونها ندیدند. و چرا صدا و سیما ایران هفته پیش که دراویش گل به همسایگان میبردن خبری از اونها پخش نمیکرد؟ الان این همه داره مانور میده. و بریم این فایل صوتی رو هم با هم بشنویم. در رابطه با دراویش هم میتونم بگم که اینا نمیتونن ببینن کسی محبوب باشه توی کشور، همه باید عاشق سید علی خامنه ای باشه. بله، به تهران بریم. آقای احمد از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای احمد سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. بفرمایید که به نظر شما چه اتفاقی رخ میده که تجمع مسالمت آمیز دراویش اینچنین به خشونت کشیده میشه؟ سلام علیکم، خسته نباشید. سپاسگزارم. من چند روزی نمیتونم شما اجازه بدید من 3 دقیقه صحبت کنم، خواهش میکنم. ببینید، همه مردم هموطن ما هستند، اقلیتی ما نداریم. در حال حاضر اقلیت خود رژیم و سپاهه، چون هیچ کس دل خوشی از اینا نداره. ببینید، به خاطر همین درگیری های دراویش و غیره که به وجود اومده، اینا احساس خطر میکنن، مدارس رو تعطیل میکنن و یک مسافرت ساختگی 2 هفته پیش که درست کردن باز درست کردن برای تهران که خلوت کنه تا مردم از معترضین نتونن حمایت کنن، مردم نه بس قریب این تعطیلات رو بخورن. دراویش و همه ادیان و مردم آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی پوشیدن، آزادی گشتن میخوان. مگر خود خمینی نگفت که مملکت ما اسلامی، مملکت اسلامی زندان نداره، همه افشار باید آزاد باشن؟ من خودم تو بهشترا بودم، من همه انقلاب دیدم. چطور شد من در بهشترا گفت که این شاه کشور ما رو خراب کرده، قبرستان‌های ما رو. حالا آقای احمد، حالا از 40 سال پیش بیایم به این و اون موقع خیلی صحبت‌ها شد که خب به خیلی هاش نرسیدن. به هر حال شما ارزو بتون چه که دلیل برخوردهای این چنینی حکومت با اقلیت‌های مذهبی در ایران اساساً چیه؟ خب اینا می‌خوان ببین مردم رو به چند دسته تقسیم کنن. بعد چند دستگی اومد اینا راحت‌تر حکومت میکنن. بعد ببینید، هر خسارتی هم که وارد میشه در این کشور به هر مکانی از آدمای خود رژیمه که به گردن معترضین میندازه اینا رو بدنام کنن. خب حالا احمد فکر میکنی که این چند دستگی که بهش اشاره کردی این در بین خود مردم هم هست یا نه؟ این فقط چند دستگی که خود حکومت ایجاد کرده. آیا مثلا برای شما فرقی داره که این فرد که مقابل شما ایستاده بهاییه، درویشه، سنی هستش؟ آیا شما به عنوان شهروند اصلا براتون مهم هست؟ ببین، اگر این آدم به دست نمی کنه خدا این نمیافرید. ببینید، برای انحراف فکر مردم میگن وقتی این نارده هواپی ما ساقط میشه، قطار از رل خارج میشه، نفکش قطع میشه، ساختمان پلاستیک منفجر میشه، بعد جعبه سیاه های این هم هیچ کدام یا پیدا نمیشه یا میره روسیه اونجا گمه گور میشه. بدبختی ما اینجاست، بیچارگی ما اینجا تو قریب میخوره. آقا مردم نباید قریب اینها رو بخورن و تحتیلیت. آقا این درابیشه، یهودیه، کلیمیه، مسیح، هرکه ما باید مردم از اینا حمایت کنیم. مثلا اون دختری که
اومد روسریش وا کرد، چند نفر واسطه بودن، واسطه بودن این زینیری انسامی بیغیرت اومد کشید پایین، این 290 نفر هیچی نگفتن. ببین الان ما حساب کردیم غیرت زنهای ما از مردان ما خیلی بالا تر رفت. خیلی ممنون از شما آقای احمد. بذارید به اسکایپ هم سر بزنیم، بینندگان در اسکایپ هم منتظر هستن که روی خط بیان. آقای خیابانی از تهران از طریق اسکایپ همراه ما هستن. آقای خیابانی به برنامه روی خط خوش آمدید. به نظر شما دلیل برخوردهای حکومت با اقلیت‌های مذهبی در ایران چیه؟ آقای خیابانی از طریق اسکایپ، فکر کنم ارتباطمون قطع شد. به خط از ترکیه بریم. آقای علی از طریق اسکایپ همراه ما هستن. آقای علی سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. به نظر شما دلیل برخوردهای اینچنینی حکومت با اقلیت‌های مذهبی در ایران مثل درویش چیه؟ بکنم علو آقای علی سلام باشید. درود به شما. ببینید قربان، ما باید علت‌یابی کنیم، ریشه‌یابی کنیم که چرا همچه اتفاقی میفته، چرا به باورهای دیگر توهین میشه، چرا قومیت‌های دیگر رو اذیت میکنن. ببینید در شیعه ولایی میگه ولایت رو اصل میدونه و وصل به امامت، و ولی اصل غایب در حال حاضر غایب رو ولایت رو به اون وصل میدونه و اون رو به حقیقت یعنی خدا. ببین در دین ابراهیمی میگه شریعت، طریقت، حقیقت. این دراویش معروف به طریقت هم، یعنی میان با سادرنشی و سادرنشی میان عمل میکنن این شریعت رو. اما حوزه دینی شیعه صفوی در شریعت محض نگه میداره، میگه یا باید مرجع باشی یا مقلد، و مرجعی که تفسیر بدعی و درست میگه. و این بحث ولایت فقیه وقتی اومدن مطلقش کردن، در صورتی که در خود دین میگه هیچ چیزی مطلق نیست جز خدا، ولی اینا وقتی مطلق کردن یعنی چی؟ یعنی این خدای روی زمینه، خدای حاضره، و برای همین نمیپذیره هیچ دین. رو ببینید دوستانمون اشتباه میکنن، دین یعنی مجموعه اعتقادات، مذهب یعنی راه روش. اختلاف تمام دینهای ابراهیمی بر راه مذهبه، وگرنه خدایشون یکیه، پیغمبرشون یکیه، کتابشون هم یکیه. و جنگ بر سر چیه؟ بر سر همون راه روشه خلی. که شریعت مداران دینی خودشون رو موظف میدونن که ما درست میگیم، و بله. تمام این شرط مدران دینی هستند که باعث این جدل ها هستند. خیلی ممنون از شما آقای علی، سپاسگزارم. بیننده دیگری از ترکیه آقای رحیمی هم همراه ما هستند. آقای رحیمی از شما میخوام خیلی کلیتر بپرسم، اساسا در ایران هر تجمعی از فرهنگیان و مالباخته ها گرفته تا مردم معترض به گرانی تا دراویش، هر کدام اینها به نوعی با هر تجمعی که اعتراض کردن در نهایت یا اغتشاشگر نامیده شدن یا آشوبگر نامیده شدن یا پول گرفته از کشورهای خارجی نام گرفته شدن یا به نوعی به هر حال به خشونت کشیده شد و سرکوب شدن. چرا این سرنوشت تمام تجمعاتی که در ایران در بر علیه حکومت صورت میگیره به این صورت بوده؟ سلام آقای سیگار. درود به شما. سلام آقا بی. سپاس. آقای سیگار شما از اول انقلاب نگاه بکنید، آقای شریعت مداری هم همچین بلایی رو سرش آوردن، اومدن گفتن که ایشون از آمریکا پول میگیره و از جاسوس CIA هستش. این بابا که دیگه نوکر آمریکا نبود. این بلا رو سر آیت الله منتظری هم آوردن از همون اول انقلاب. این بیچاره رو هم نابودش کردن، خونه نشینش کردن. تمام مراجع تقلیدی دیگه هم به همین روز افتاد، مثل آیت الله پسر آیت الله بروجردی و همساله. این دختر انقلاب که خیلی مسالمت آمیز رفت روی سکو، به این طرز سول آمیز اومد خواستشو خواست، او بهش چی گفتن؟ خب همین آقای رحیمی، حالا بخوام اگه از این برخوردهای سرکوبگرانه با تجمعات گذر کنیم، اصلا چرا حکومت نمیتونه ادیان دیگر، مذاهب دیگر، مسلکهای دیگر رو بپذیره و این شرایط رو فراهم کنه که اونها به عنوان انسان، گذشته از اینکه چه آیینی دارن، چه مذهبی دارن، از کجا آمدن، چه پوستی دارن، چه رنگی هستن، چه نژادی دارن، بذار مثل انسان زندگی کنن، چرا نمیتونن این رو بپذیرن؟ بدترین چیز یه که یک انسان رو وادار بکنن بر علیه، برخلاف او تفکری که داره، برخلاف او فکر و ایده و اندیشه‌ای که داره بخواد فکر بکنه. اینها فقط میگن یک دیگ، یک حوزه داره در ایران میجوشه، حوزه ولایت فقیه.
و هر کسی دیگه بجز این حوزه بخواد فعالیت بکنه از بین میبرن، نابودش میکنن. الان دراویش مسیحی ها قبلش بودن، بهایی ها قبلش بودن، همه مردم ایران جزء نابودی بعد نابود بشن، یعنی اصلا بعد از بین برن، فقط حوزه ولایت فقیه باشه و تا یک حکومت دموکرات سکولار که از افراد دموکرات تشکیل شده باشه توی ایران برقرار نشه، همین وضعیت دیکتاتوری ادامه. سپاسگزارم از شما آقای رحیمی که همراه ما بودید. به بهروز سری بزنیم با نظرات کاربران و البته میدونم وایس های زیادی که دریافت کردید. بله، باز فایل صوتی داریم، اجازه بدم ما خیلی سریع چند تا نظر براتون بخونم، یک نظر متفاوت شروع کنم. شهرام از شهریار میگه من معتقدم تمام ادیان و حتی بیدین ها باید در ایران آزاد باشن، اما حق تبلیغ نباید داشته باشن. این نظر شهریار بود. آقای سردار میگه که حکومت اسلامی با بحث مذهب و دین خیلی کار نداره، بحث اینه که با کسایی که اصل ولایت مطلقه فقیر رو قبول ندارن مشکل داره، وگرنه میگه که اهل تسنن که خودشون یک جمعیت بزرگی در ایران هستن همین مشکلات رو دارن. آقای ناصر هم به زاویه مشابهی به قضیه نگاه میکنه، میگه شیعیان خودشون اقلیت مسلمانان در دنیا هستن، اون وقت همین حکومت که خودش رو شیعی میدونه در ایران هیچ اقلیتی رو در واقع تحمل نمیکنه. و آقای امیر از شهریار هم که از شهروندان بهائی هست، حالا یک پیشینه از خودشون تعریف کردن، آزارهایی که دیدن، گفتن اینا همه رو دشمن خودشون میدونن مگر اینکه بهشون ثابت بشه اینا شیفته و مطیع آیت الله خامنه ای، سید علی خامنه ای هستن. بریم فایل صوتی رو با هم بشنویم. من داخل ایران این پیامو دارم میدم. این دراویش بدبخت و اینا گرفتن، کلی اذیت کردن. آقا اینا تو خونهشون هر فکری دوست دارن بکنن، اصلا به ما چه ربطی داره؟ چرا ما باید بریم به اینا زیان برسونیم؟ من با برخوردی که این وحشی‌ها با این دراویش بدبخت انجام دادن به شدت مخالفم. کلی از این بچه‌ها رو گرفتن، محمد سلاس و خانم آویشا جلال الدین و من خان آزاده اینا هستم. به عنوان یک شهروند، آقای روحانی که شعار میداد موقع انتخابات کلید دستم داست دستم نیست، الان بیاد تحویل بگیره. به خدا زمان محمود شرف داشت به این روحانی، حداقل احمدی نژاد هر چی قیافش بود تو کردار و رفتارش هم بود، ولی این قیافش قشنگه ولی رفتارش این داعش. به تلفن ها برگردیم. آقای نقی از ایران از طریق تلفن امر ما هستن. آقای نقی سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. بشنویم نظر شما رو، اینکه چرا تجمع مسالمت دراویش اینچنین به خشونت کشیده شد. خسته نباشید. درود به شما، مرسی. با درود خدمت ایرانی ها، امشب اگه اجازه بدین، چون برنامه دونم دیگه در باره دین و آزادی مذهبه، من برای مستند که چرا این مسائل داره پیش میاد، آزادی ادیان تو ایران و مخالفت هایی که با بقیه ادیان میشه، حالا نه تنها خود مسلمان. از موضوع شما حالا اینو برای چیز میگم که محض خنده، برای اونایی که گفتن بردنشون تو زندان و گفتن معتاد بودن، خب این دراویش هم معتاد، هم میخوام ببرن ترکشون بدن، طبیعتا دارن مقاومت میکنن، حالا شاید چند تاشون هم تو زندان خودکشی کنن. این که تا اینجاش که دیگه میان بگن هر کی گرفته معتاد بود خودکشی کنن. و کلن همه ادیان در هر دوره و هر زمانی قدرت گرفتن، ظلم و جنایت کردن و خواستن یه جوری خدای خودشون رو به بقیه بقبولونن، به بهونه این که خدای ما حقه، خدای ما راست میگه، نمیدونم خدای ما تکمیله. خب مسلمان الان میگن ما 1 میلیارد مسلمانیم تو کل دنیا، اما دائما میبینیم که همیشه با همدیگه در حال جنگ، شیعه، سنی، بوکو حرام، طالبان، داعش، همشون آل سور، همش با هم دیگه در حال جنگن. اون میگه اسلام واقعی دست منه، اینی که میگه اسلام واقعی دست منه. خب همشون هم یک کتاب دارن به اسم قرآن. تو قرآن سوره انفال میبینی آیه 12 میگه گردن بزنید انگوش قطع کنید، 24 نساء میگه با زن شوهردار تو اگه تو جنگ اینا غنیمت بگیرید میدونی سکس داشته باشی، سوره توبه آیه 28 میگه غیر مسلمان ها نجس. خب اینا رو باید ببینی، این از تو یک کتاب داره در میاد، همشون هم همین کتاب رو قبول دارن. همین حجاب اجباری که میگن تو سوره احزاب اومده،
53 53. خب با توجه به مباحثی که داری مطرح میکنی، یعنی فکر میکنی امیدی هست روزی رو ما در ایران شاهدش باشیم که هر فردی، هر انسانی، هر ایرانی با هر عقیده‌ای بتونه آزادانه از تمامی حقوق یک شهروند ایرانی برخوردار باشه؟ میگم سوره توبه آیه 28 میگه غیر مسلمانان نجس و پلیدن. خب این ببین اسلامه، اسلام همینه واقعا. کسی که نرفته قرآن رو بخونه، فارسی نخونده، ایرانیایی که فارسی نخونده. البته آقای نقیه چیزی من فقط بگم، ما نمیتونیم اینجا بیایم به مذاهب اجازه بدیم خیلی در واقع نگاه تندی داشته باشیم. به عنوان مثال این، من یه مثالی بزنم، تفنگ نیست که آدم میکشه، انسان ها هستن که انسان میکشن. مذهب ها به هر حال ایراداتی دارن، مزایایی دارن، افراد میتونن انتخاب کنن که کدام بخش از اونها رو سرمشق زندگیشون قرار بدن. اما سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید در برنامه روی خط. بیننده دیگری از تهران همراه ما هستن، آقای هادی از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای هادی سلام، بفرمایید روی خط هستید، بشنویم دیدگاه شما رو در این ارتباط که چه میشه به یک باره یک تجمع مسالمت آمیز اینچنین به خشونت کشیده میشه. سلام، وقتتون بخیر. تشکر میکنم ازتون. اولا متشکرم. اولا قبل از هرچی تسلیت میگم به این عزیزانی که تو فاجعه هواپیما که یقینا عمد بود عزیزشون از دست دادن، همچنین به دراویش عزیز و صلح‌جو تسلیت میگم. به هر صورت این اتفاقاتی که میفته، حالا علت رو عرض میکنم. قبلش مخواستم عرض بکنم این دوست عزیزمون سخت در اشتباه هستش. بنده به عنوان کسی که 4-5 بار این کتاب خدا رو خوندم، همینا بازم شک کردم، به حرف این آقا رفتم، دیدم این آقا اشتباه میکنه. حالا اون بحثش جداست. اما علت این که میفرمایید، این ببینید اولا تجمع نبود، این بندگان خدا اومدن دفاع بکنن از خودشون. ببینید این حکومت اصلا اسلامی نیست. در اسلام ما در قرآن داریم که آقا من شما را از سوره حجرات میگه من شما را از یک زن و مرد خلق کردم، من شما را فرق فرق و شعبه شعبه کردم، همانا خدا ترسترینتون پیش من عزیزتره. جای دیگه تو سوره زمر آیه 17 و 18 میگه، میگه آقا به بندگان من تبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. یعنی میگه آقا بذار بنده ها حتی حرف کافرا رو گوش بدن. جای دیگه دوباره تو قرآن تو سوره آقای هادی یه لحظه من دوربین میتونی بیاد رو من با آقای هادی یه لحظه میخوام یه صحبتی بکنم. آقای هادی، ما نصف بحث امروزمون و شاید مشکلات امروز ایرانی که در موردش صحبت میکنیم همینه که قوانین، قواعد، دستورها، سوره ها و آیه های شرعی و دینی در قوانین گنجانده شده یا سرمشق قرار گرفته. اساسا در جامعه امروز، در دنیای امروز، در قرن 21 بحث قانون انسانیته، بحث حقوق انسان هاست. بیایم مذاهب رو بذاریم در سلیقه شخصی انسان ها باقی بمونه و ما انسانی به قضیه نگاه کنیم، فارغ از نگاه مذهبی. ادیان به نیکی یاد میکنن، ادیان جملات زیبایی دارن، سر راه خوبی رو برای سعادت به انسان ها نشون میدن، اما دنیای امروز دنیای قوانین انسانیه. بیایم این بحث رو مطرح کنیم، اینکه چرا در جامعه امروز ایران حکومت جمهوری اسلامی در 39 سال گذشته نتونسته تحمل کنه حضور سایر اقلیت‌های مذهبی در ایران، سایر مسلک‌ها، سایر آیین‌ها و فرقه‌ها، بهائیان رو که اصلا نادیده می‌گیره، سنی‌ها رو از برخی حقوقشون محروم کرده، زرتشتیان، مسیحیان و همچنین درویش. این بحث امروز ماست آقای هادی، خواهش می‌کنم. ممنونم ازتون. من می‌خواستم اینو عرض بکنم، این حکومت اصلا اسلامی نیست. ببینید شما خیلی زیبا فرمودید، خیلی زیبا. دین یه بحث کاملا شخصیه. وقتی که میاد تو قانون شهری، اون موقع دیگه نباید ما بگیم آقا هر چی که قرآن گفت، هر چیزی که تورات گفت، هر چیزی که انجیل گفت، هر چیزی که کتاب بهایی یا بیان گفت، نه، ما باید قوانین رو طوری بنویسیم که بر اساس روابط اجتماعی و حقوق اجتماعی و حقوق مدنی تعریف بشه. ولی این حکومت چون یک حکومت فاشیستی هست، حکومت فاشیستی دکونش بسته میشه. یعنی شما ببینید استاد محمد علی طاهری، بنده افتخار شرکت در چند تا از کلاساشون رو داشتم، خودشون و شاگردانشون به هیچ عنوان اون چیزی که اینها میگن نبودن. این عزیزانی که درویش هستن، من هنوز افتخار شرکت کردن تو جلساتشون رو نداشتم، ولی میدونم که این عزیزانم هیچ دلیلی نیست که بخوایم باهاشون جور برخورد کنیم. ولی چون حکومت فاشیستی هست، سینما رکس رو آتیش میزنه، یه همچین کاری میکنه، اتوبوس ها رو آتیش میزنه، هواپیما رو منفجر میکنه. تنها علت اینه. سپاسگزارم از تو هادی، ممنون از تو که همراه ما بودید. بریم باز به
بهروز سری بزنیم و بعد هم برمیگردیم به تلفن بهروز. بله وقت تنگه، در این بخش من از همکارم خواهش می‌کنم دو تا فایل صوتی رو با هم پخش کنن. دو تا کامنت هم بیشتر براتون نمیخونم، حالا کامنت ها زیاده و یک فایل صوتی مهم هم داریم در ادامه برنامه اونو پخش میکنیم. نگیم میگه که با استناد به فیلم ها و عکس هایی که در دو هفته گذشته منتشر شده می کاملا مشخصه که این دراویش هیچ کاری به پلیس و سپاه و بقیه نداشتن، اما اینکه چطور باشون اینطور برخورد میشه کاملا غیر قابل تعامله. بیتا هم از شهروندانی است که در منطقه سنی نشین ترکمن در شهر گنبد بوده، از فشارها و مشکلاتی که برای سنی ها هم پیش اومده گفته و اینکه اونها هم با مشکلات زیادی مواجه هستن. بریم این فایل های صوتی خیلی کوتاه با هم بشنویم، بعد دوباره برمیگردیم به ادامه برنامه. من شخصا معتقدم که هر انسانی دین و مذهب و مرامش شخصیه و خصوصیه. امیدوارم که یک روزی برسه که در کشور ما هم به این شکل باشه که دولت مردا فشار نیارن به کسی و دین از سیاست خارج کنن. آره البته بعضی ها نیان بعدش بگن چون تحریمیم با دینم تحریم بشه. نه بابا، اصلا به تحریم و کار نداره دیگه. این حکومت یه زندان درست کرده به نام ایران و همه رو تو این زندانی کرده و حبس کرده و فقط میگه باید مطیع ما باشید، دینتون دین ما باشه، افکارتون افکار ما باشه، همینو بس و باید از ما فقط پیروی کنین، هیچ کس دیگه، نه رهبر چیز کسای بهایی یهودی اینا، نه رهبرای اینا باید باشن، نه خود یهودی، نه بهایی، نه مسیحی، فقط ما و ما. به مشهد بریم. آقای مجید از طریق تلفن امروی ما هستن. آقای مجید سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. سلام از روی خدمت شما. درود به شما. سپاسگزارم. حقیقتا من دیشب تهران بودم، یعنی امروز صبح من از هوایی از تهران اومدم خونه که از اقوام بودم. من از نزدیک شاهد قضایا بودم نسبتا، نه که بگم کلا دیدم قضایا رو تا حدودی. من حقیقتا آقای سیگار چی آدم، من خودم واقعا بسیار از متن جمهوری اسلامی اصلا قبولشون ندارم، اما آدم باید از حرف حق نگذره. ببینید هیچ کس نمیگه دراویش گناهوده انسانهای بدی هم، بلکه اونها هم انسانهای خوب با شرف و انسانهای درست هم، حکومت هم قبولشون داره، ولی اجازه به قول گفتن تبلیغ رو نمیده. ولی صحنه که اتفاق افتاد، حالا من توقع داشتم یکی از بینندگان هم بگه، واقعا اون اتوبوسی که به سمت معمولی میرزانی رفت واقعا صحنه دلخراشی بود. حالا ما کار نداریم که پلیس چه کار کرده اینها، ولی کار واقعا خیلی کار ظالمانه انجام داد. خب حالا این رو مجید شاید یه مقدار اگر مطرح نشود، برای اینکه هنوز مستندات کافی مطرح نبوده برای اینکه ببینم واقعا تقصیر چه کسی است، برای اینکه یکی از بینندگان هم اشاره کرد به برخی از حوادثی که از جانب خود حکومت صورت گرفت، چند مورد رو گفت، حالا من دوباره تکرارش نمیکنم، اما این به اعتمادی هم است که حکومت در مواردی بوده که خودش عملی رو انجام داده و بعد به بهانه همون سرکوب کرده باشه. ولی من اینو قبول دارم جای سیگارچی که افراد اراذل اوباش تهران به این جمع اضافه شده بود که این شیشه‌ها رو شکستن، کار دراویش نه، من اینو قبول دارم، چون من خودم اونجا بودم دیدم یکی در اراذل اوباشی که معلوم بود از مولوی و شیشه اینا ولش شده بودن اون شیشه. حالا مجید ما امروز بیشتر بحثمون اینه که اگر آزادی مذهب در ایران وجود داشته باشه، بحث آزادی عقیده در ایران وجود داشته باشه، اساساً کار به اینجا نمیکشه. بیایم ریشه یابی اگر بکنیم ببینیم که آقا دراویش چرا تجمع کردن، به خاطر بازداشت آقای نورعلی تابنده بوده. خب اگر این بازداشت صورت نمیگیره، ببینید شاید این تجمعی هم نبود و اصلا به اینجاها کار نمیکشه. چرا اساساً حکومت بر نمیتابه، تحمل نمیکنه اقلیت‌های مذهبی دیگر رو در ایران؟ ببینید جناب آقای سیگارچی، کلا کشورهای مسلمان، نه ایران بلکه تمام کشورهای مسلمان، چون دین به عنوان یک ابزار قدرت هست. شما در عربستان سعودی هم اگه بخواید برید وجب شیعیان تبلیغ کنید، اونا سرکوب میکنن. نمیخوام بگم این کار درستیست ها، چون دین یک ابزار قدرت در این حکومت ها،
یعنی اینها با همین دین قدرت رو به دست آوردن. یعنی الان اگر شما حساب بکنید دراویش گل‌آبادی قدرت به دست بگیرن، اهل سنت قدرت به دست بگیرن، کلیمی ها، مسیحی ها، خب شیعیان ضعیف میشن، خب دیگه به قول گفتنی حکومت دیگه قدرت نداره دست همه. برای همین اینا میخوان بگن آقا همه میتونن تو جمهوری. خب یعنی آقای مجیدیانی این دیر، این دین اجباری که شما دارید بهش اشاره میکنید که با زور برای مردم وجود داشت، آیا فکر می تأثیر مطلوب بذاره؟ 100% تأثیرش منفیه. من نمیگم مثبته. ببینید یک مسیر اشتباهی که خودمون روز اول سال 57 رفتیم گفتیم آقا همین حکومتی میخواد. خب حکومتی که خواستیم همینه. یعنی شما در زمان شاه که این وضعیت نبود، هر که هر دینی داشت، هر مذهبی داشت، شاه هم میومد حرم، هم میرفت به قول گفتنی باشگاه افسر می‌بینید، به قول گفتنی حکومت همین چیزی که خود مردم میخواد. گوش میدین؟ بله. خیلی ممنون شما. آقای مجید سپاسگزارم، زمانمون خیلی کوتاست چون باید به بهروزم سر بزنم و بعد دوباره تلفن بگیرم. بهروز. بله. حالا البته کامنت ها خیلی زیاده، گفتم فایل صوتی هم داریم، نمیدونم فایل صوتی رو همین بخش پخش کنیم یا بذاریم برای آخر برنامه، ولی اجازه بدید بحث اتوبوس مطرح شد، من چند تا توییت بخونم براتون. شراگیم زن میگه اگه حتی اگر حمله با اتوبوس به نیروهای یگان ویژه توسط دراویش اتفاق افتاده باشد، حرکتی احساسی و فردی از سوی دراویش بوده که در اوج خشونت‌ها تصمیمی جنون‌آمیز گرفتن، تعمیم دادن آن به کل دراویش که در این سالها مظهر صبر و نجابت و در این حال مقاومت و شجاعت بودند غلط است. فرید میگه اونی که سه تا مأمور رو زیر کرده قطعاً محاکمه میشه، اما یه سوال دارم، اونی که دراویش رو به خاک و خون میکشه چه اتفاقی براش میفته؟ عزیزم داری مشروعیت میبخشی به سرکوبگر. و حسین رونقی هم میگه وقتی ما خشونت را یک جانبه محکوم میکنیم، خواسته یا نخواسته به خشونت دامن میزنیم. خشونت زاده خشونت است. اولین اصل مبارزه مسلمت آمیز نگرش منصفانه است. زیر گرفتن نیروهای امنیتی محکوم است، همچنان که زندان، بازداشت، باتوم، گاز اشکاور و شلیک گلوله محکوم است. آخری رو هم فقط خلاصه‌شو بگم که آرش بهمنی میگه هنوز معلوم نیست حمله با اتوبوس کار کی بوده، اما وقتیش دو دهه برای بهبود اوضاع تلاش کنی به نتیجه نرسی، همیشه هستن کسایی که این بین خشونت رو انتخاب میکنن. بریم این وایس رو بشنویم، این پیام رو با هم بشنویم که خیلی وقت تنگه. مشکل این اساتید کلن با همه ادیان و مذاهب اینه که این آقایون طاقت اینو ندارن که اصل ماجرا که اسلامه و اسلام صحیح که از طریق دراویش داره صورت میگیره و چون این اسلامی که خود این آیون دارن استفاده میکنن یه اسلام مندر آوردیه و از این میترسن که مردم آگاه بشن اصل اسلام چیه و آبروی خودشون بره و حکومتشون زیر سوال بره، به خاطر همین است که این آقایون از این اشخاص ترس بسیاری دارن، نه تنها از این اشخاص بلکه از بهائیان و تمام ادیانی که حرف راست و درست رو میگن. در هست به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، به سراغ تلفن‌ها بریم. باز خانم شهلا از تهران از طریق تلفن هم روی ما هستن. خانم شهلا سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. به نظر شما چرا حکومت در طی 39 سال گذشته نتونسته در واقع تحمل کنه حضور اقلیت‌های مذهبی، سایر آیین‌ها و فرقه و مسلک‌ها رو؟ سلام، خسته نباشید. چطوره؟ بالا از نظر من باید آزادی مذهب باشه، برای اینکه تمام مذاهب، چه کلیمی، چه مسیحی، چه مسلمان، چه اهل تسنن، بودایی، آفتاب پرست، خورشید پرست، همه ما آفریده یک نفریم، خدای همه ما یکیه، از اون هیچ فرقی نداریم. حالا اگر که منتها الان دین اسلام مخصوصا شیعه در اقلیته، چون ما حدود 8 میلیارد جمعیت دنیاست، این 8 میلیارد 1 میلیارد خوردهش مسلمانن که باز از این 1 میلیارد و مثلا چند صد میلیونش حدود 1 میلیاردش اهل تسنن هستن و شیعه چون در اقلیت نمیتونه این چیزا رو بپذیره، به زور میخواد عقیدش رو تحمیل کنه به مردم. وگرنه من خودم مسلمانم، به خدا و پیغمبر و امامم خیلی عقیده دارم، ولی باید آزادی مذهب باشه.
دلش میخواد اصلا دین نداشته باشه، ولی ضرری هم به کسی نمیرسونه. درست. یکی دلش میخواد نماز بخونه، یکی دلش میخواد نخونه. بله. که نماز نمیخونه به من شما ضرر نمیرسونه که. مرسی. حالا خانم شهر رو بذارید با شما خداحافظی کنیم، ما به سوئد بریم. آقای محمد از سوئد همراه ما هستن. به هر حال سوئد یکی از کشورهایی که مطمئنا شرایطش به این لحاظ ها خیلی متفاوته با آنچه که در ایران هست. آزادی مذهب در اونجا کاملا رایجه و فردی رو به خاطر دینش از حقوق خودش محروم نمیکن. آقای محمد بشنم دیدگاه شما رو در این ارتباط. با سلام از برنامه خوبتون آقای سیگارچی و آقای صمد بیگی. این اولا من خواستم بگم که این چون من قبلا که در ایران بودم با این دراویش برخورد داشتم، انسانهای آزاده هستن، انسانهای پاکی هستن و چیزی رو که دروغ نمیگن و اختلافی که اینها دارن که دوستان به همه چیز اشاره کردن، اون چیز اصلی رو که اشاره نکردن. فقط زمانمون کوتاست، یه دقیقه اگر بتونی بگی محمد ممنون میشم ازت. اینا به آخون معتقد نیستن، معتقدن که یک انسان رابطش مستقیم با خدا ده. و من ایشون آقای سید علی این مسائل رو بر نمیتابه، یعنی با هیچ مخالفی از اول انقلاب تا حالا به قول شما هیچ کس رو قبول نکرده که باش چیز بکنه و من واقعا از مقاومت این دوستان واقعا قدردانی میکنم و امیدوارشون آرزوی موفقیت میکنم. سپاس از تو محمد. محمد اشاره کرد به اینکه چرا یه اختلاف حکومت با درویش، اما داشتیم ما اگر اشتباه نکنم محسن امیر اصلانی بود که به خاطر تفسیر متفاوت از یک آیه در قرآن حکم اعدام بهش دادن و اعدام کردن دیگه، یعنی به همین راحتی. بذارید به بهروز سری بزنیم، آخرین وایس رو هم بهروز بذار و به پایان نزدیک میشیم. بله، پیام های صوتی زیادی از شما به دست ما رسید از طریق سند ویو در تلگرام، اما همونطور که میدونید 300 تا حدودا درویش بازداشت شده. مادر یکی از بازداشت شدگان برای ما صحبت کرده، روایت او رو با هم بشنویم. مادر یکی از این درویش هستم که مجروح، به شدت مجروح شده و اینها اعتراض صلح‌آمیز داشتن، فقط اونجا نشسته بودن جلوی پای کلانتری و فقط الله اکبر میگفتن که پلیسا بهشون حمله ور میشن و با چماق و این تفنگای ساچمه‌ای همه رو کتک زدن، سر کله پسر منو شکوندن، بینیشو شکوندن و این با این تفنگای ساچمه‌ای تو صورتش و بینیش و همه جاش سرش اینا رفته و تمام بدنش زخمی شده، سر و صورتش و چشمش و بچه‌م کور کردن و به جرم این که فقط میگفتن الله اکبر، اینم به حالا جوون بوده رفته اونجا قاطی اینا شده و این کار، به این جرم گرفتنشون و اینقدر کتکشون زدن و بعدم همه پسرم رفته بیمارستان مداوا بشه، توی بیمارستان نمیدونم اون پزشک بیوجدان کی بوده که یا پرستار، حالا هر کدومشون بودن، واقعا چقدر و بیوجدانی و به اوج خودش رسوندن که این بچه جوان رفته اونجا سر و صورتش خونالود، ساچمه ها تو صورتش، رفته برای مداوا لوش دادن، همونجا پلیس اومده گرفته ورش داشته بردتش، واقعا شرم‌آوره و الان ما نمیدونیم که این بچه های ما کجا رفتن و چه اتفاقی براشون افتاده. در این روزها بحثی که داغه اینه که کی مقصره، کی چی کار کرده. شاید اگر تمام این محدودیت ها برای آزادی اقلیت ها و عقیده در ایران نبود، هیچ کدوم این مباحث رو نداشتیم. ما قرار بود امروز به بحث محرومیت کشتیگیر ایرانی بپردازیم، به دلیل ضرورت خبری موضوع عوض شد. شاید دوباره تا همین هفته به اون موضوع پرداختیم. پس تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خیلی ممنون از همراهی شما. خدا نگهدار. این صدای آمریکاست.